نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه دوم ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به آیه 57 سوره عنکبوت که هر انسانی طعم مرگ را می‌چشد فرمودند: از آنجا که در عالم واقع خارجی برای برخی از انسان‌ها مرگ شیرین است و برای برخی از انسان‌ها تلخ است، از مرگ در این آیه شریفه به ذائقه تعبیر شده است. لذا نسبت به آنان که مرگ را شیرین می‌پندارند، این آیه شریفه به عنوان وعد و برای آنان که مرگ را تلخ می‌پندارند به عنوان وعید می‌باشد. معظم الله در ادامه فرمودند: بین وعد و وعید تفاوت وجود دارد و خدای متعال بر خلاف وعد عمل نمی کند، اما خلاف وعید عمل کردن فضیلت است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. خدای عز و جل به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کرد: ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. نهی ظهور در حرمت داره دیگه، اما پیغمبر نماز خوندن بر رأس بر منافقین. این عمل پیغمبر کشف میکنه که این نهی نهی تحریم نیست، این تهدید برای منافقینه. مثل پدری که به پسرش میگه اگه نمره نیوردی تو خونه رات نمیدم، اما وقتی که نمره نیورد تو خونه راش میده. این معلوم میشه که این رات نمیدم یک التزامی نیست، یک تهدیده. وقت این تهدید اگر نه ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، لا تصلی که نهیه، نهی ظاهره در حرمته، اونم ابدا تأکید شده، این معنیشه که حرامه یا رسول الله، ظاهرش اینه. اما پیغمبر صلی الله علیه که قطعا حرام انجام نمیدن، وقتی که نماز خوندن معلوم میشه این قرینه میشه عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله، برای اینکه این ظهور لا تصلی اراده نشده ازش حرمت، این تهدید بوده.